آزاد جان سلام، سلام خوش امین جان، آمدید خوب آزاد. هستین؟ خوب خوب هستی، هستین، مرسی. تشکر. آقا این بحث توهین خیلی پیچیده است. مثلا الان تو آلمان بخوای به یکی بگی احمق، 1500 یورو باید بده. حالا نمیدونم مثلا آلمان کانادا به یکی بگی آره احمق، حالا مدل چیزهای جدی، مختلف داره. آره، یعنی من یا اگر فقط اینجا انگشت گرونه، وسط اینجا گیره، حالا بیا میگم جایی مثلا که من هستم ارزون تره. ارزتر صاف بکنی و اگه فرشاش بیشتر باشه 50% تخفیف بده. ببین قانون بعد اساسی ارزش قانون، این آمریکایی ها واقعا ارزش قانون اساسیشون نمیدونن، واقعا یه چیز با ارزشیه که هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی تو آمریکا غیر قانونی بکنی. نه، تو با آلمان نمیتونی مقایسه کنی آمریکا رو، یعنی آلمان نمیتونی با آمریکا مقایسه. آلمان چرا قانون نمیتونی؟ من اولش، مقایسه کردم، من همین الان مقایسه کردم، نه بیا نه جلو بگیر. من یعنی میخوام بگم سطح که از نظر انسانی خیلی بالاتره تا آمریکا، عزیز انسانی آلمان بالاتره تا آمریکا؟ برای اینکه قانون اولش سطح از نظر انسانی خیلی بالاتر از آمریکاست. آلمان قانوناش چرا؟ هیومن رایتشو داره میگه که توی ها آلمان انسان، بیشتر خب باید. ببین ما اصل انسان انسانی خودی که از نظر ببین انسانی، عزیز انسانی معنیش من نمیفهمم داری چی میگی، منظور عزیز حقوق بشریه؟ آره دیگه، مثلا ماده چی میگم، ماده اول قانون اساسیش اینه که شرف انسانی مهمترین چیزه. خب این چرته به نظر من. هم که توی نه چرا آمریکا چرته؟ آزادی، برای اینکه تو آمریکا آزادی بیان از همه چی مهمتره، این باعث میشه که به نفع، نه خب شرف یعنی چی؟ بخیر، منظورش اصلا شرف رو چجوری تعریف میکنی؟ یه حالا چیزی رو ممکنه خود شرف باشه یعنی که میشه مرکزیت جریمه که گفتی دیگه، بعد چی بعدن چی؟ یه قانون میزنن 1500 تا توهین جریمه چون شرف مهمتر بود، اما آزادی بیان مهمتر نبوده. نه شما آزادی بیان رو اصلا کنم آخه یکم پیچیده است، این بس سختی. اینا الکی حساب خب نمیکنن که شما بگی خب ببین انگشت وسطت رو نشون بدی 4000 یورو باید بدی. ولی تو آزاد جان تو میگی پیچیده است، تو میگی پیچیده آزاد است، اینا رو بعدم چرا میگی من نه بذار من وسط حرفم بگو. بابا تو بگو. نه بگو بگو آزاد، آزاد میگه پیچیده است، بعد تو میای تمام قوانین آلمان رو میگی انسانی تر از قوانین آمریکا، یعنی یه چیزی به این پیچیدگی رو تو به این طور به شکل به طور سطحی داری میای آنالیز نه میکنی. سطحی نیست، الان مرکزیت انسانیت دیگه. مثلا مرکزیت نیست که تو نه بیا خیلی هرچی سطحیه، گفتی من وقتی میخوام کجاش مقایسه سطحی؟ بکنم خیلی سطحیه، چون من وقتی میخوام مقایسه بکنم قوانین کشورها رو اینطوری کلی از همه قوانینشون صحبت نمیکنم. خب من در بعضی از قوانین تو آلمان بهتره، بعضی از قوانین تو آمریکا بهتره، بعضی از قوانین توی اتریش بهتره، بعضی از قوانین توی یوکی بهتره. خب من میام یکی یکی اگه بخوام مقایسه بکنم یکی یکی جدا جدا میام مقایسه میکنم، میگم قوانین آلمان از قوانین آمریکا انسانی تره. اصلا انسانی تر باید تعریف معنیش چیه؟ بعدم تو همه قوانین رو به طور کلی داری میام مقایسه میکنی. من چیزی که میام میگم آزادی بیان قوانینش توی آمریکا از آلمان بهتره، میام در یه چیز قسمت خاصش صحبت میکنم، نمیگم همه قوانین آمریکا بهتره، آخه احتمال داره شما که میگه یه سری توهین قوانین کردن، به خاطر این میگیم بهتره که میگه چون آزادی توهین کنی. ولی توهین کردن اصلا هیچ تاثیر مثبتی نداره، میتونی نقد کنی. آقا من خب خودم ببین ضد اصلا اسلام منظور مگه منو نیستم؟ نفهمی، نه ببین من اصلا خودم منظور منو ضد نفهمی. اسلام، ولی تاثیری نداره. خودت گفتی اگه شما بیاین به من فحش بدید، ولی چون تاثیری نداره. حالا شما با توجه به منطق خودت میخوای به اسلام فحش بدی یا بگی ریدم تو اسلام، آیا تاثیری داره مثبت؟ فکر نکنم. ببین خیلی جالبه این مشکل شما، میگین اینا خیلی پیچیده است، بعد انقدر سطحی داریم اینا آنالیز میکنیم. نه سطحی ما نیست، خیلی سطحیه، برای اینکه به این دلیل سطحیه به خاطر اینکه شما چیزی رو که میگید بعد فکر میکنید باید غیرقانونی باشه. خب منم مشکلم با همه قوانین اینه که هر کسی میاد میگم یه چیزی باید قانونی باشه، بعد میاد میگن خب این بده، بعد میام پس هر برای همین باید غیر قانونی باشه. یعنی این نحوه فکر کردن، این روش نتیجه گیری اینقدر قدرت میده به یه حکومت که یه حکومت فاشیستی میشه. یعنی اگر از این روش های نتیجه گیری بخواین استفاده بکنین که دولت حکومت وارد هر چیزی بشه که بد باشه و غیر قانونیش بکنه،
این خیلی روش نتیجه گیری خطرناکه. آریا هم داره تو لایف چت میگه که تو داری، نمیدونم آریا داره درست میگه نه، تو میگه آزاد داره در مورد توهین به پلیس صحبت میکنه. من نمیدونم تو آلمان پلیس توهین به همه جریمه که هست میگه. به همه دیگه فرق نداره الان. آره اینجوریه آزاد عزیز، آزاد عزیز منم فکر میکنم شما اتریشی بهتر متوجه میشین، قانونش شاید شبیه هم باشه. آره همون، چون منم اینجا تا حالا نشیدم توهین به فرد یا به این مدل توهینی که تو داری میگی یک نفر 1500 تا 300 تا 50 یورو میخواد جریمه شده باشه، مگر اینکه حالا یه دعوایی بوده باشه، زد و خورد بوده باشه که شرایط فرق میکنه. اما توهین به پلیس بله جریمه داره. اینجا حتی خود اتریش یه کلمه ای هم دارن به اسم اویدا که خیلی بین جوونا و بین همه هم، یعنی یه کلمه کاملا عامیانه است، هزاران معنی هم میده، اما کسی وقتی به پلیس اینو بگه پلیس 200 یورو باید جریمه می‌نویسه. خب این قوانین در مورد پلیس خود متفاوته. حالا من فکر می‌کنم برای پلیس اتفاقا یه دونه الان نگاه کردم، مثلا اگه بگی دو متش اینو اگه بگی مثلا این 200 یورو جریمه داره، ولی برای هر آدمی منظور حساب می‌کنه. ولی نه ببین زبونت در بیاری 150 یورو مثلا یه چیزا چه می‌دونم تا من نمی‌دونم اینا از کجا در میاد. چیزی که من دارم می‌خونم میگه که انسالت یا توهین توی آلمان میتونه جریمه زندان داره اگه اینکه با توی محل عام و با اسالت باشه، یعنی حمله فیزیکی، یعنی اگه با اسالت باشه فقط جریمه یا زندان داره، نه فقط خود توهین. اگه توی پابلیک باشه یا حمله فیزیکی باشه یا اسالت باشه. اسالت میشه حمله فیزیکی. بگو گفته تا یه سال جریمه داره، اگه عمومی باشه یا با حمله باشه میتونه تا دو سال بشه این زندان. آه نه خب پس درست نخونه اصلا توهین کردن اصلا اخلاقی نیست اصلا به هیچ وجه اصلا من درک نمی کنم. خیلی قانون بدیه. من اسلام نه گوش بده الان اسلام همون حرفایی که زدی که میگه اسلام میخواه ما رو از بین ببره، میخواد همش توهین میکنه. اصلا همین حجاب خودش توهین به مرداست. خود اون زنی که حجاب میذاره یعنی میگه تو وحشی دیگه آقا، یعنی میگه تو اصلا ما این کارو میکنن که تو آزاد تو قد من تاریخ تاریخت نکنم، یعنی تو انگار ما وحشیم که حالا اگه تو نزدی روس داری حالا ما تاریخ میشه. تو داری توهین اینا تعدادشون زیاده، تعداد مسلمان زیاده، بعد نمیتونیم اینجوری برخورد کنیم. ما باید ببینیم چه کار خودمون میتونیم درست انجام بدیم. آزاد اولا تو داری بحث این که یه چیز اخلاقی هست یا اخلاقی نیست و با اینکه قانونی باید باشه نباشه قاطی میکنی. خب دو تا موضوع مختلف هست و تو داری با هم صحبت میکنی. یکی این، یه سوال من دارم آزاد، آیا اسلام باید قانونی باشه یا نباشه؟ آیا تو میگی اسلام باید قانونی باشه؟ نمیتونی بگی نباشه برای اینکه تعدادشون زیاده. خب نه آزاد گوش کن، حریف نمیشه تو الان بگو اسلام معنی نه برو ببین چی میشه. سب کن خب یه سوال من کردم ازت، گفتم تو فکر میکنی اسلام باید قانونی باشه یا نباشه، تو میگی نه اسلام باید قانونی باشه، نمیشه آخر یعنی از نظر چیزی نظر خودم آره وسط حرف من نپرگی منم با تو موافقم، قبول دارم اسلامو نمیشه غیر قانونی کرد، خب نبایدم غیر قانونی کرد. خب ممکنه موافقین باشم که غیر قانونیش بکنیم تدریسش برای بچهای زیر 18 سال، ممکنه اینو من دفاع بکنم ازش. خب ولی من اسلامو توهین حساب میکنم، اسلام توهینه به من به عنوان یه مرتد، به عنوان یه کافر. خب پس شما اگه میگین توهین باید غیر قانونی باشه بر اساس معیار شما، خب یک دینی که این همه به کافر میگه، شما قرآن رو برین بخونید اصلا جوری که در باره کافران توی قرآن صحبت میشه، ما اگه در باره مسلمان اینجوری حرف میزدیم که ما اصلا هممون زندان بودیم. خب کل قرآن توهین شدید هست به کافران که منم کافرم، بر اساس معیار شما قرآن باید غیر قانونی باشه، اسلام باید غیر قانونی باشه، این تناقض رو چجوری توجیه میکنید؟ آره من با یه حرف موافقم، با اینا هم چون تعدادشون زیاده اینا حریفشون نمیشه. الان مثلا فرانسه بازی خورده بهتر از آلمانه مثلا. نه ببین تو فرانسه که میذارن شما قرآن بخرید قرآن میذارن بخرید بفروشید، حریفشون نمیشن آرمین، حریفشون نمیشن. پس ببین پس حرفت مشکل داره، تو میگی که باید توهین غیر قانونی باشه مگر اینکه زورت نرسه، یعنی قدرت زور،
یعنی تو داری میگی قانون بر اساس این باید باشه که کی زورش بیشتره. خود دیگه اینجوریه متاسف. نه نمیشه، قانون باید مساوی باشه. من موافق حرفت. حالا چرا ما توهین کنیم اصلا؟ حالا اونا این توهین میکنن، میخوان ما رو از بین. چرا ما باید توهین؟ خب نکن، دوست نداری نکن. ببین نه ما باید جلوش وایست. اخلاق، ببین متوجه نیستی آزاد جان، تو بحث اخلاقی بودن و با قانونی بودنش داری قاطی میکنی. خب ما میگیم قانونیش بکنی، آزاد تو میگی دوست نداری توهین بکنی. خب نکن تو، خوش شده میخوای تبلیغ ها، نه تنها توهین نکن، برو تبلیغ هم بگو که چرا توهین نکنیم، برو بگو که ای بی خدایان شما توهین نکنیم، کار زشتی من خوب نیست، برو تبلیغ کن که نباید بکنیم. تو اگه میخوای ما توهین نکنیم باید بیایم ما رو قانع بکنیم، نمیتونی غیر قانونیش بکنی، نه باید بتونی. آخه شما توهین هم نمیکنید، من نیدم یه بار توهین کنید، حالا فقط بس اسمش ریدم به اسلام، ریدم به اسلام هشتگ ریدم به اسلام، ریدم توهین. خب ریدم توهین من. خب من دارم میگم تو اگه میخوای ما رو توهین نکنیم باید بیای ما رو قانع بکنی که چرا توهین نکنیم، نمیتونی به وسیله قانون جلوی ما رو بگیری، نه باید بتونی به وسیله قانون جلوی ما رو بگیری، باید ما رو قانع کنی که چرا این کار اشتباهه. زور نمیتونی به ما بگی، زورگویی نکن. نه زور، من اصلا قرار نیست کسی رو قانع کنم. خب نه تو با قانون میخوای میگی داری طرفداری میکنی از قانونی که جلوی حرف ما رو میگیره، این زورگوییه. تو اگه میخوای ما توهین نکنیم باید بگی چرا نکنیم، باید با منطق بگی چرا. ما میتونیم نقد کنیم از 100 برابر 100 تو توهین هم بهتره. من هم نقد میکنم هم توهین. بله من وقتی دارم من مگه جلوی مگه توهین من جلوی نقد اسلامو گرفته؟ من اگه توهین میکنم به اسلام اگه نقدش نمیتونم بکنم، هم نقدش میکنم توهین میکنم. توهین بسیار تاثیر داره. قرآن میگه چهار تا زن داره، این اصلا انسانی نیست، این چه حرفی. خب مگه من وقتی اینو بگیم خیلی بهتر از زن تا بیا فوش بدیم. حالا ببین بستگی داره هدفت چی باشه. من اینو هزار بار توضیح دادم، من وقتی که من وقتی میخوام یک مسلمان قانع بکنم که اسلام بده، که به اسلام که اون موقعی که توهین نمیکنم، من وقتی توهین میکنم به اسلام هدفم تغییر نظر یک مسلمان نیست. وقتی تغییر نظر میخوام وقتی هدفم تغییر نظره، اون موقع نقد میکنم. توهین اون موقع جواب نمیده. خیلی ها میگن توهین آرمی نظر کسی رو عوض نمیکنه. میدونم عوض نمیکنه، برای همین یه روش دیگه استفاده میکنم برای تغییر نظر. من وقتی توهین میکنم هدفم یه چیز دیگه است. من وقتی دارم توهین میکنم هدفم برای مبارزه برای آزادی بیانه، هدفم برای دیوارایی که دور عقایدمون دارن میکشنه. میگن توهین جواب نمیده برای که نظر کسی رو عوض نمیکنه. جدی میگی؟ خب من میدونم روش های مختلف برای هدف های مختلف. نمیدونم حالا دیگه باشه، من باید برم یه نفر در میزنیم. باشه باشه، مرسی از وقتت، فعلا خدافظ. من یه چیزی بگم. بگو این قانونی که گفتی جریمه میکنن برای فحش دادن، این قانون رو این جریمه رو از فرد میگیرن میدن به اونی که فحش خورده یا دولت خودش میگیره میسره جریمه؟ نمیدونم، من خیلی عجیب آلمان چیزه، آلمان چقدر خط من قانونش عجیب غریبه، من دوست ندارم. یکی بچه‌ها میگفت بریم آلمان فحش بکنیم پول در بیاریم. خوبه آلمان حاضر هست، 1500 یورو خیلیه، 1500 یورو. باید کسایی رو پیدا کنیم که فحش خورشون خوب باشه و پولدار باشه. فحش پولدار پیدا کنیم بریم باش رفیق شیم. آره فقط یه چیزی هم بگم در مورد اون کلمه‌ای که من استفاده کردم، بچه‌ها گفتم اینجا جریمه می‌خوره پلیس بگیم اویدا، اون یه کلمه کاملا بومیه، فقط یه آلمانیه که مال وینه، بعد یه جورایی تو فارسی خودمون مثلا میشه پیری، متوجه این پیری پیره. من آلمان آقایون آلمان خیلی وحشتناکه. من الان دارم می‌خونم تو آلمان به جای شما تو هم بگی میتونه این توهین حساب بشه و جریمه داره. آره اونا مثلا دو تا زمین دارن این تو که دیگه اونا یعنی من اگه برم به یه نفر بگم تو به جای شما تو آلمان میتونه من جریمه کنه؟ نه تو نمیتونی بگی، چون تو نمیتونی بگی آرمین، چون تو وقتی بیای انگلیسی حرف میزنی و یو همه جا یوه. نه تو آلمان آلمانیا اگه به جای تو شما آره اینجا ما اگه بخوایم از اون از دو استفاده بکنیم بابا آره تو مستقیما یه چیزی بگم این حرف ما رو اثبات میکنه، این حرف ما رو اثبات میکنه تا یه حدی. خب برای اینکه نشون میده که چقدر مسخره میشه اگه بخواید شما توهین و غیر قانونی بکنین، به یه جایی میرسین
که کشور میگه اگه به کسی بگین تو به جای شما، اونم باید خب اونم توهین میشه دیگه، اونم باید غیر اونم باید جریمه بده. یعنی چقدر مسخره میشه وقتی میخواد شروع کنین توهین و غیر قانونی کردن. خیلی بیخوده بابا، این واقعا از این دارین دفاع. کسایی که میگن توهین باید نباید بتوین توهین بکنین، از این سیستما دارین دفاع میکنین. ببینید اگه من به آمریکایی همیشه میگم که چه خیلی قد نشناسن، خب میان یعنی واقعا ارزش قانون اساسیش رو نمیدونن. تا یکی از تنها کشورهاییه که واقعا ارزش آزادی بیان رو میدونه آمریکا. البته آمریکا خیلی مشکلات دیگه داره، منم نقد میکنم آمریکا رو به طور کامل دفاع نمیکنم، ولی این یک چیز آمریکا واقعا از بقیه کشورها برتره، آزادی بیانش. خب بعد نفر بعد بریم. یه قانونی بود من چند وقت پیش آلمان هم گذاشته دیگه، آلمان هم آزادی بیان داره، حالا یه آزادی پس از بیان هم داره که جریمه میکنه. آقا من شنیده بودم که اتریش قانونی تصویب کردن که فحش ناموسی دادن به سیاست مدارا آزاده، این درسته؟ نمیدونم، ولی قاسم جا صدا دست تای چه داره میاد اینجا؟ قاسم من فحشو نمیدونم، اما حالا خب چند وقت پیشم که صدر اعظم اتریش هم استعفا داد، اما خب کشیدن کاریکاتور رو نمیدونم این چیزا، حتی جوک ساختن هم آزاده، میان میگن اینجا توی تلویزیون هم.